دخترک مجبور بود از دستورات اونها اطاعت کنه تا جایی برای زندگی و لقمه نونی برای خوردن داشته باشه. تا اینکه روز قبل از عید، وقتی که دختر بینوا داشت مثل همیشه سخت کار میکرد، دید که دختر ارباب و مادر و پدرش آماده شدن که از خونه برن بیرون. آهای دختر، اگه بخوای اینطوری کار کنی که تا سال دیگم خونه تکونی ما تموم نمیشه. یکم بجام، کلی کار مونده. چشم خانم، شما نگران نباشی. ما اصلا نگران نیستیم. این تویی که باید نگران باشی. ما داریم میریم خرید عید. به به، به سلامتی. تازه تو هم میتونی خوشحال باشی، چون وقتی من لباسای نو بخرم لباسای کهنمو میدم به تو. بالاخره هرچی نباشه از لباسای کثیف و پاره پورت قشنگ تره. بس دیگه، ما داریم میریم خرید، غروب برمیگردیم. آب گرم حمومو آماده کن تا وقتی برگشتیم بریم حموم. میدونی که فردا صبح عیده. بله میدونم. چشم. دیر شد. از چرا نمیای شما دوتا؟ به اون دخترم بگو حیات یادش نره. باشه. شنیدی؟ بله. بریم دختر، دم علکی نشین آب خوره بگیر، به کارات برس. چشم. دخترک بینوا که چاره ای جز اطاعت نداشت، اشک ریخت و به کارش ادامه داد. خونه که تمیز شد، رفت سراغ حیات. داشت حیات جارو میزد که یک دفعه خسته شدم. خدایا کمکم کن. آخه این چه سرنوشتی بود. سلام دختر جان. سلام پدر جان. ببخشید که ترسیدم. اشکالی نداری دخترم، اگه زحمتی نیست لیوان آب بدونی من. نه چه زحمتی، الان میرم براتون میارم. دستی درد نکنی. امیدوارم که خوشبخت باشی دختر جان، چون لیاقتشو داری. دختر ناامید و غمگین لبخندی زد و رفت و با یه لیوان آب برگشت. پیرمردم آب و خورد و بازم برای دختر آرزوی خوشبختی کرد و رفت. کم کم غروب از راه رسید و هوا تاریک و سرد شد. دختر صاحب خونه و پدر و مادرشم با کلی خرید خوشحال و خندون برگشتن و یکی یکی رفتن حموم عید، به جز دخترک قصه ما. نیمه شب وقتی همه میخواستن بخوابن، پاشو پاشو، نوبت حموم رفتن توی دختر. پاشو چرت نزن، لباس شرکا تو حمومه، بشورشون. حمومم برق بنداز، خودت هم حموم کن و بیا بیرون و بگیر بخواب که فردا عیده و یه عالمه کار و مهمون داریم. باشه؟ چشم خانم، ولی آب گرم تموم شده، هیزمم کمه. بله بله بله. از کی تا حالا تو باید با آب گرم بری حموم؟ آب گرم برای حموم رفتن ارباب خانوادشه. شیرفهم شد؟ حالا هم پاشو و زودتر برو حموم، بهونه علکی هم نیار، سر و صدا هم نکن، ما میخواییم بخوابیم. چشم خانم. دخترک یتیم بی سر و صدا رفت توی حموم و شروع کرد به شستن لباسا که یک دفعه پیرزنی رو دید که کیسه ای توی دستشه. پیرزن بهش لبخند زد. دختر که از ترس زبونش بند اومده بود، مات و مبهوت ایستاد و نگاه کرد. نه ترس دختر قشنگم، من یه پیرزن تنها، ازت کمک میخوام. از من حتی به خودمم نمیتونم کمک کنم. ولی به من میتونی. به هم کمک کن تا برای عید حمام کنم. لباسای تو این کیسرم اگه زحمتی نیست برام بشو. دستام دیگه قدرت شستن لباس نداره مادر. نه زحمت نیست چشم، لباساتون رو براتون میشورم، اما آب خیلی سرده. اگه شما بخواین با این آب حمام کنین حتما مریض میشین. نگران نباش دخترم، من به آب سرد عادت دارم. ها اگه اینطوره باشه، من حرفی ندارم. دختر با مهربونی به پیرزن کمک کرد، بعدم لباساشو براش شست.
پیرزنم بعد از تشکر از دختر براش آرزوی خوشبختی کرد و قبل از رفتن کیسه لباس چرکاشو داد به دخترک و گفت: یا دخترم، این کیسه رو بگیر و یه گوشه قایمش کن و وقتی که عید شد برو سراغش و عیدی تو بردار. پیرزن اینو گفت و غیب شد. دخترک هم کاری رو که پیرزن گفته بود انجام داد و کیسه رو ته صندوق کهنه و قدیمیش پنهون کرد. صبح روز عید وقتی رفت سراغ کیسه، دید که کیسه و صندوق پر شده از طلا و جواهر. مادر و دختر با دیدن ثروت دختر یتیم حسودیشون شد. باورم نمیشه، اون پیرزن یه فرشته بود. آره، فرشته خوشبختی. خب تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاده. چطور شد که اون پیر زنو دیدی ها؟ خب من چیزه. آره زود باش بگو ببینم چی کار کردی، چی گفتی، چی شنیدی، چی دیدی. خب ببینین، دختر قصه ما تمام اتفاقاتی رو که افتاده بود تعریف کرد. دختر صاحب خونه هم نیمه شب رفت به حمام و پیرزنم ظاهر شد، اما چون نامهربون و سنگدل بود نه به پیرزن درست کمک کرد تا حمام کنه و نه لباساشو درست براش شست. فقط کیسه رو با عجله از پیرزن گرفت و برد تا توی صندوقش بذاره و ثروتمند بشه. اما صبح که در صندوقو باز کرد، با دیدن یه مار بزرگ زبونش بند اومد و قش کرد. دختر یتیم اول تصمیم گرفت ثروتش رو برداره و بره، اما خیلی زود تصمیمش عوض شد و بدیهای اونها رو بخشید و بازم پیششون موندگار شد. خدا حافظ. خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، های خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز برمیگرده خیلی زود.